خب من نکته دیگه ای ندارم، میتونیم شروع کنیم؟ شکل معرفی رو انجام دادن، میتونن الان شما شروع کنید. ممنون. سلام به همه. صدای من الان خوبه؟ جلسه در خدمت شماست. خواهش میکنم. صدا خوبه؟ صدا خوبه، بله بفهم. عالی، در خدمتتون هستم. من موقع معرفی متاسفانه صدای سالن رو نداشتم، در نتیجه متوجه نشدم که کی زحمت کشیدن و معرفی کردن عزیز به خاطر دعوتشون، و خیلی خوشحالم که این فرصت دارم که تجربیات تحصیلی و کاری اخیرم رو براتون ارائه بدم. خیلی حیف هست که حضوری نیستم، ولی خب همینم خوبه. یکی از بدیهای ارائه آنلاین اینه که من شما رو نمیبینم الان و نمیتونم بفهمم که کی حوصله‌تون سر میره، کی شروع میکنید چرت زدن. امیدوارم که سمینار من جوری نباشه که به اون مرحله برسه، یا اگر رسید دوستان من اطلاع بدن که ذره بنده رو عوض کنم. آخر وقتم هست و من بعد صحبتی که داشتم با دکتر احمد تونیری که چه جور ارائه رو آماده بکنم، به هر حال سعی کردم که یه جوری باشه که هم تجربیات شخصیم باشه، هم جنبه‌های علمی و تحصیلی کار در مطالعه فیزیک و اختر فیزیک و ادامه ماجرا، و همه که یه جوری باشه که خیلی حوصله‌تون سر نره. امیدوارم همینطور باشه. من سال 1384 توی کنکور شرکت کردم. این نمودار رو اخیراً پیدا کردم که ببینم تعداد شرکت کننده ها چجوری تغییر کرده. سال 84 ریاضی و تجربی تقریباً اندازه هم بودن شرکت کننده ها. بعد رشته ریاضی خیلی اومده پایین شرکت کننده هاش، تجربی رفته بالا. مشکلی با این که تجربی رفته بالا ندارم، ولی یه مقدار ناراحتم که شرکت کننده ریاضی کمتر شده. امیدوارم که تغییر بکنه در آینده، ولی فکر میکنم که شما تصمیم خیلی خوبی گرفتین که فیزیک خوندید. البته شوخی میکنم، همه فیلدهای مختلف اهمیت خودشونو دارن و به علاقه شخصم بستگی داره. سال 84 من اولش مهندسی نفت قبول شدم. بعد از یه ترم حتی زودتر از اون به نظر رسیدم که خیلی حداقل اون موقع با شیمی نمیتونستم خوب ارتباط برقرار کنم. بعد دانشگاه شیراز بهمن ماه 84 ورودی فیزیک داشت، خوشبختانه رتبه من میخورد و من تغییر نفت و انصراف دادم، اومدم فیزیک دانشگاه شیراز. دوست داشتم که از همون موقع داشتم به این فکر میکردم که نجوم رو بخونم، اختر فیزیک، ولی هیچ ایده نداشتم که دارم کدوم بری میرم. هیچ ایده هم از اختر فیزیک راستش نداشتم، فقط از نگاه کردم به آسمون لذت می‌بردم. خیلی ما خوششانس بودیم توی دانشگاه شیراز که رصدخونه ابوریحان بیرونی اونجا بود. واقعا جایی که حالا با وجود اینکه بعد از که شهر بزرگ شده بود، رصد خیلی علمی خاص سختی نمی‌شد دیگه اونجا انجام داد، ولی محیط جایی بود که واقعا تأثیر میذاشت. اونه که علاقه داشتن به نجوم برای که شروع کنن یاد گرفتن، به خصوص نجوم رصدی رو، و احتمالا همه شما میدونید که رصدخونه ابوریحان رو استاد عزیز دکتر سبوتی بنیانگذاری کردن. فکر میکنم سال 55 اگه اشتباه نکنم، حالا ممکنه یکی دو سال اشتباه کنم، شروع به کار میکنه. اینجا دکتر سبوتی رو میبینیم که میزبانی میکنن از فرد هویل، یکی از کازمولوژیستای معروف بزرگ زمان خودش، زمانی که هنوز رقابت بود بین مدل‌های مختلف کیهان‌شناسی. و ما خیلی ممنون از دکتر سبوتی که رصدخونه ابوریحان رو ساختن و ما اونجا تونستیم نجوم یاد بگیریم. رصدخونه یه تلسکوپ اصلیش تلسکوپ 20 اینچ بود که اون موقع که ما شروع کرد، یعنی سال 84 اولش یه مقدار رصدخونه تلسکوپ استفاده شده بود و مشکلات حالا الکترونیکی مکانیکی داشت، و دوست خوب من دکتر علیزاده مولای نژاد که یه جورایی همه فن حریف بود، تلسکوپ را انداخت و ما تونستیم که شروع کنیم اونجا رصد کردن. و تصمیم گرفتیم با یکی از دوستان و همکلاسی که جلوتر معرفیش میکنم، مهدی لامعی، یه ستاره دوتایی رصد بکنیم. یه ستاره دوتایی توی صورت فلکی
جبار بود. مکان ستاره تقریبا یادمه، البته شاید اگه تلسکوپ باشه جلوم دقیقا هم بتونم پیداش بکنم، چون چندین ماه بهش نگاه میکردیم بین ریگل و این یکی ستاره. این وسط ها تقریبا یه دونه ستاره دوتایی بود به اسم ER اوریونیس که حالا به خاطر موقعیتش و ارتفاعش توی آسمون و اون زمانی که می‌خواستیم رصد کنیم این انتخاب کردیم و رصد کردن، خیلی هیجان داشتیم که منحنی نوری این ستاره در بیاریم. ستاره دوتایی شاید در موردش خونده باشید یا شنیده باشین، ستاره دوتایی کسوفی یا اکلیپسینگ باینری استارز که خب دوتا جرم هستند تحت تاثیر گرانش هم دیگه به دوران چرخش دارن یا گردش دارن اگه دقیق بخوام بگم، و هر دفعه که یکی اونیکی و جلوی اونیکی رد میشه یه افت نور داریم بسته به دما و سایز اون ستاره. این مونانیوری متفاوت هست و ستاره دوتایی یکی از مهمترین روش های اندازگیری جرم ستاره ها بودن و هستن. ما خب میدونیم اندازگیری جرم بسیار مهمه برای مطالعه تحول ستاره ها. ما تونستیم توی سه تا فیلتر مختلف این ستاره دوتایی رو رصد کنیم و اولین بار که دیدیم که واقعا تونستیم مونانی نوری در بیاریم و شدت نور تغییر میکنه خیلی هیجان زده شدیم. اون موقع تلسکوپ سی سی دی مناسب نداشت، دوربین نبود، یه دونه فوتو مالتیپلایر تیوب بود که میدونید احتمالاً بر اساس فوتو الکتریک افکت کار میکنه و با اون شدت نور ستاره رو اندازه‌گیری میکردیم و سختی کار این بود که باید همیشه ستاره دقیقاً توی یه وسط تصویر میبود که نورش وارد تیوب بشه. اگه سی سی دی باشه شما خیلی راحت‌تر میتونید تصویر برداری کنید، بعدا تصویر رو الاین کنید و اون آبجکت مورد نظرتون رو تغییرات نورش رو بررسی کنید. یه چیز مشابه اینو جلوتر توی اسلایدام بهتون نشون میدم. خلاصه این اولین پروژه علمی من بود توی نجوم که سال 3 لیسانس فکر میکنم انجام دادیم و بعداً موفق شدیم چاپش بکنیم، با وجودی که خیلی چی میگن اکتشاف خیلی خاص و مهم و بزرگی نبود، ولی دوست داشتیم که حتما نتیجه دیتایی که گرفتیم رو چاپ کنیم. و اون موقع دکتر ریاضی رئیس رصدخونه بودن و ما خیلی از در واقع سوپرویژن و راهنماییشون بهره بردیم و با دوستم مهدی لامایی تونستیم این کار رو به نتیجه برسونیم. چند وقت پیش توی لینکدین دیدم که استاد ثبوتی عزیز رفتن به مناسبت 60 سال تأسیس بخش فیزیک دانشگاه شیراز بازدید داشتن از رصدخونه. رئیس فعلی دکتر مصلح اونجا ازشون میزبانی کردن. امیدوارم دکتر ثبوتی عزیز هر جا هستن سلامت باشن و جامعه فیزیک ایران از راهنمایی‌ها و دانششون بهره ببره. من توی بخش فیزیک دانشگاه شیراز خب تمرکز اصلیم رو اختر فیزیک بود، دو تا به غیر دکتر ریاضی دو تا استاد دیگه دانشگاه دکتر پوسفروش بودن سمت چپ، دکتر جامعی زندیات دکتر جامعی سمت راست و درسای اختر فیزیک و نجوم و کیهان شناسی و من خدمت این اساتید عزیز گذروندم و خیلی یاد گرفتم ازشون. موقع یواش یواش ما شروع میکردیم از این تصویرها ببینیم تصویرهایی که دیپ فیلد بود اصطلاحا. توی این تصویر یا تصویر مشابه شاید قبلا دیده باشین، تنها آبجکتی که ستاره است الان اینه، بقیه همه کهکشانن، کهکشانهای دوردست، بعضی هاشون نزدیکترن، ما ساختارشون رو میتونیم ببینیم، بعضی هاشون خیلی دورترن، شکل و شمایل مختلف دارن، سپایرال گالکسی ها هستن اصطلاحاً، الیپتیکال گالکسی ها هستن. و نجوم رصدی در این حوزه داشت خیلی اتفاقای خوبی توش میافتاد و منم دوست داشتم که به سمت بازی کردن و کار کردن با دیتا این شکلی برم. خوشبختانه اون موقع یه ورکشاپ توی پژوهشگاه دانشگاه بنیادی IPM برگزار شد، اولین ورکشاپ اپتیکال دیتا ریداکشن، این فکر میکنم سال 2008 باشه که دکتر خسروشاهی اون موقع از انگلیس برگشتن ایران، اولین هیئت علمی پژوهشگاه نجوم IPM بودن و با چند تا از همکاراشون
اسم این استاد یادم رفت، این اسمش ماگمونیه بود و دکتر داریوش برگشتن اومدن توی ایران و این ورکشاپ رو برگزار کردن و ما خیلی تونستیم، من خیلی از این ورکشاپ لذت بردم و یه جورایی یه دریچه متفاوتی از نجوم رصدی جلوی چشم من باز شد. دو سه تا موردی که اونجا خیلی یاد گرفتیم در برای تحلیل تصاویر نجومی، یکیش مثلا یه برنامه به اسم سورس اکستراکتور بود که اگه یه فیل کهکشانی شبیه همونی که بهتون نشون دادم رو به عنوان اینپوت به اون برنامه میتونستیم بدیم و حالا با یه سری تنظیمات خاص، یه علاوه بر دیتکت کردن سورس های مختلف تو تصویر، یه لیستی از اندازگیری های مختلف اون آبجکت ها رو برامون فراهم میکرد و بعد میتونستیم اینا رو ما به شکل های مختلف آنالیز کنیم و تحلیل کنیم. یکی دیگه از سافت‌ورها که توی اون قبلش بگم که بیس دیتکت کردن آبجکت ها ایمیج سگمنتیشنه که یه ذره باز جلوتر بهش برمیگردم که آبجکت های مختلف و ویژگی های مختلف توی عکس شما بتونید از هم جدا بکنید. البته توی تصاویر نجومی مخصوصا اینکه تک رنگ هستن، اصطلاحا مونوکالرن، بک‌گراند تیره است و یه مقدار نویز هست، بعد و آبجکت ها معمولا سورس هایی هستن که شکل و شمایلشون مخصوصا اگر که دور باشه مدل کردنش ذره راحت تر از سگمنت کردن مثلا یه گربه است، ولی به هر حال بیسشون خیلی به هم دیگه نزدیکه. یه سافت‌ور دیگه که تحت لینوکس بود و ما اونجا یاد گرفتیم باز برای آنالیز تصاویر نجومی آیرف بود. اون موقع یه سافت‌ور خیلی مهم بود ولی چند سالی هست که دیگه مینتین نمیشه، چون که نرم افزار جدیدتر و برنامه‌های جدیدتر اکثرا تحت زبان برنامه‌نویسی پایتون جای اونا رو گرفته. ولی خلاصه توی این ورکشاپ با یک سری مقدمه از تحلیل تصاویر نجومی آشنا شدم که بعدا خیلی به دردم خورد. در همون حین، در همون سالها اتفاق مهم نجومی که داشت توی ایران میافتاد پروژه رصدخانه ملی بود که قضیه انتخاب مکان یا مکانیابیش داشت اتفاق میافتاد، اون موقع تحت مدیریت مرکز تصاویر تکنیکی زنجان، دکتر سبوتی و دکتر نصیری. این عکس سمت چپ از مقاله دکتر نصیری سال 2019 است، دکتر نصیری و همکاران. این نقطه های سیاه جایی است که برنامه ریزی شد، یعنی بررسی شده بود که میتونه شاید مناسب باشه برای رصدخانه ملی ایران و یک در واقع برنامه ریزی طولانی مدت که حالا من همه جزئیاتش رو هم در جریان نیستم ولی توی مقاله ها و گزارش ها میشه در موردش خوند. برنامه‌ریزی شد که در این مکان های مختلف اصطلاحاً دید نجومی یا سینگ که معیاری هست از اغتشاشات جوی اندازه‌گیری بشه و خب در نهایت هم میدونید که قله گرگش انتخاب شد. ما خیلی هیجان داشتیم و دوست داشتیم یه جورایی توی این پروژه دخیل بشیم و خوشبختانه شدیم و یکی از تیمایی بودیم که من و همون دوستم مهدی لامعی که رفتیم اولین دیتا رو از قله گرگش گرفتیم. مهدی دکتراش رو مینیسوتا آمریکا انجام داد و الان سینیور دیتا ساینتیست هست توی کالیفرنیا، امیدوارم خوب سلامت باشه. اون موقع جاده‌ای برای بالا رفتن قله نبود، ما باید پیاده می‌رفتیم و بارا رو هم باید با قاطر می‌بردیم بالا. من می‌دونم که عکس دارم از اون موقع ولی نتونستم پیدا بکنم اون عکس‌ها رو و خیلی جالب بود که غذا، آب، بنزین برای اون موتور برق و غیره رو بار اون بنده خدا قاطر می‌کردیم و می‌بردیم بالا. اون فضای نوک قله کوه گرگش این شکلی بود، ما تو این چادر شبا بیشتر حالت روزا میخوابیدیم چون شبا کار میکردیم. تلسکوپ 11 اینچ توی این چه اسمی روش بذارم، مخزن تور گذاشته بودن، اینو گذاشتن برای محافظت از ما، چون وقتی میرفتیم بالا که تلسکوپ تنظیم بکنیم خب باد شدید میومد بعضی وقتا. معمولا اول شب تنظیم میکردیم و بعد برمیگشتیم توی چادر، کانکت بود با کابلای مناسب و از اونجا دنبال میکردیم که آبجکتی که داریم ازش رصد میکنیم توی تصویر باشه. بعدن این نوک قله صاف شد، من بعدن فرصت نداشتم که دوباره برم اونجا ببینم
البته این عکس من نگرفتم، این عکس آنلاین پیدا کردم. جایی است که رصدخانه ملی ساخته شد و خیلی وقتی که بار دوم رفتم که ببینمش، بار دوم منظورم که دفعه بعدی که بعد چند سال رفتم، خیلی حس جالبی بود که بالاخره اونجا حالا این رصدخانه ساخته شده، ولی از اون حالت بکری کاملا دیگه در اومده بود. یه اطلاعات کوچیکی در مورد اندازه‌گیری اقتشاعات جوی یا اندازه‌گیری استرونومیکال سینگ این است که نتونستم عکس مناسب پیدا کنم، ولی شما یه منبع نور نقطه‌ای مثل ستاره رو بهش نگاه میکنید، اگه این در دهانه تلسکوپتون باشه یه دریچه روش میذارید که فقط دو تا در واقع ورودی میتونه داشته باشه، یه دو شکافی اصطلاحاً، درنچه از منبع نور نقطه‌ایتون دو تا در واقع تصویر دارید که این در واقع یه ستاره است که دو بار توی تصویر میافته، و هرچی اختشاشات جوی بیشتر باشه تصویر شبیه تر میشه به اونی که سمت راست تصویر میبینید، و هرچی که کمتر باشه بیشتر دو تا نقطه میبینید. دیتا رو که ما گرفتیم با حالا برنامه این که نوشته شده بود ما رو ننوشتیم، ولی کاری که میکرد مرکز بین این دوتا آبجکت رو در واقع پیدا میکرد و فاصله شونو و چه مقدار با هم دیگه قاطی میشدن دو تصویر رو اندازه‌گیری میکرد. پیچیده تر از این هست که من دارم الان توضیح میدم، ولی بعد یه مقدار یه عددی به عنوان اندازه‌گیری سینگ به ما میده بر واحد ثانیه قوسی یا آرک سکند. توی سالهای مختلف محل رصدخانه ملی سینگش اندازه‌گیری شد. این نمودار از مقاله دکتر خسروشاهی دو سال 2011 است که توضیح اندازه‌گیری‌های مختلف سینگ توی ثانیه قوسی آرک سکند رو نشون میده که بیشتر مواقع در واقع حدود 6 دهم 7 دهم است که واقعا یک عدد خیلی خوبیه. بهترین رصدخانه های دنیا که مثلا موناکی یا لاپارما باشن از این نظر حدود 14 دهم است سینگشون، یعنی سینگ حدود 6 دهم 7 دهم خیلی نزدیک واقعا به بهترین عددهایی که هست، و امیدوارم این مقدار اقتشاع جوی همینقدر بمونه و از این نقطه نظر واقعا مکان رصدخانه ملی مکان خیلی مناسبی هست. بعد از مشارکت توی اون پروژه و حالا یاد گرفتن مقدار نجوم رصدی، آنالیز کردن دیتاهای تلسکوپ‌های بزرگ دنیا، یکی از اتفاقای خاص که داشت اون موقع میافتاد توی کیهان‌شناسی این بود که چند سال بعدش قرار بود داده‌های ماهواره پلانک از تابش زمینه کیهانی یا کازمیک مایکروویو بک‌گراند ریلیز بشه. اکسپریمنت قبلی توسط WMAP ویلکینسون مایکروویو آنیزوتوپی پروب گرفته شده بود که این نقشه CMB از WMAP هست و قرار بود حدود سال 2013 ماهواره پلانک هم بیاد بیرون. یک لحظه صدا قطع و وصل شد. الان شما صدای من همچنان دارید؟ آره صداتونو دارید. اوکی ببخشید، مرسی. و این موضوع منو به خودش علاقه‌مند کرد، دوست داشتم که وارد کیهان‌شناسی بشم و ببینم چطوری میتونم روی این موضوع کار بکنم. یه مقداری در مورد کیهان‌شناسی و حالا تابش زمین کیهانی اگه بخوایم بگیم، مدل استاندارد فعلی بر اساس این نظریه هست که یه انفجار بزرگ در آغاز همه چیز اتفاق افتاده، یا مهبانگ یا بیگ بنگ، و تابش زمین کیهانی یه جورایی اون باقی مانده واکنش هایی است که در کیهان اولیه اتفاق افتاده و بعد این تابش در کل کیهان به شکل فوتونایی که از اون موقع ردیت شدن در حال انتشار هست و میشه اینو دیتکت کرد و یه منبع اطلاعاتی خیلی مهم از کیهان اولیه است.
یکی از سوالایی که اون موقع در مورد CMB وجود داشت اینه که آیا توزیع دمایی این تابش زمینه که یعنی چون این نقشه که میبینید اصطلاحاً temperature fluctuation ها هستن، افت و خیزای دمایی در اون شدت نوری که اندازه‌گیری میکنیم و میتونیم تبدیل کنیم به افت و خیز دمایی بعد از اینکه سری اصلاحاتش انجام میشه، مثلا حرکت کره زمین، حرکت سولار سیستم و حتی کهکشان خودمون، همه این حرکت‌ها رو ازش حذف بکنیم میتونیم برسیم به این نقشه بک‌گراند کلاً و این افت و خیزای دمایی. یکی از سوالا اون موقع این بود که تا چه حدی این توزیع دمایی گوسی هست و منظور از گوسی بودن چیه. اینه که قبلش بگم که این نقشه یه جورایی فقط مول واید پروجکشن یا باز کردن کره آسمون روی دو بعد هست، مثل تصویر کردن نقشه کره زمین روی دو بعد. مثلا فرض کنید که از این CMB رو داریم نگاه میکنیم، الزاماً نیازی نیست اینطوری باشه، ولی برای درک بهترش بعد اگه از کنار بهش نگاه بکنیم یه سری افت و خیز دمایی هست دیگه، درسته؟ حالا اینکه آیا گوسی هست یا نه، یا منظور کلاً چی هست، اینه که اگر توزیع دمایی که از نقاط مختلف این نقشه رو داریم و نگاه بکنیم آیا یک توزیع گوسی هست یا نیست. اون موقع تا حد زیادی به گوسی نزدیک بود ولی هنوز جا داشت که گوسی نباشه. بعد مدل‌های مختلفی که برای توضیح تحول کیهان وجود داشت، بعضی‌هاشون میتونست توی اون مدل‌ها، بعضی‌هاشون میتونست مقداری نانگاوشنیتی یا غیر گوسی بودن اصطلاحاً داشته باشه. بعد هنوز در واقع جا بود با توجه به دیتا دبلیو مپ برای اینکه مقدار نانگاوشنیتی وجود داشته باشه. و همه در حال، حالا همه نه، اون گروهی که روی این قضیه کار میکردن دنبال بودن که اول چه سناریوهای تئوری مختلفی میتونه نانگاوشنیتی ایجاد بکنه، یک، دو، چه روشهای مختلف آماری یا آنالیز سیگنال میتونیم ارائه بدیم که وقتی دیتا پلانک اومد بتونیم بگردیم دنبال سیگنال غیر گوسی بودن. یکی از اون سناریوهایی که تا یه حدی هم میتونست جایگزین نظریه تورم یا اینفلیشن باشه یا اینکه همزمان باش اتفاق افتاده باشه، اون موقع نظریه اصطلاحاً توپولوژیکال دیفکت ها بود، نقص های توپولوژیکی، و که اون یه بودیاش اسمش بود کازمیک استرینگ. در مورد تئوری کازمیک استرینگ ها از من نپرسین، همون نمه دارم که 10 سال پیش یاد گرفتم الان یادم رفته. اگه سوال داشتید میتونید از دکتر خسروی دانشگاه خوارزمی یا دکتر موحد دانشگاه بهشتی بپرسین. ولی یکی از در واقع نظریه‌هایی که میتونست غیر گوسی بودن رو ایجاد بکنه کازمیک استرینگ ها بود، که این دیفکت ها توی نظریه حاکی از این بود که در اون گذار فازهایی که توی کیهان اول اتفاق افتاده برای تشکیل ساختارها، اگه بسیار یک نواخ اتفاق افتاده باشه، مثل موقعی که وقتی که مثلا یک مایع میخواد تغییر فاز بده و جامد بشه، اگه یک نواخ اتفاق افتاده باشه یه سری گسست ها یا یه سری غیر پیوستگی ها یا دیسکانتینیت های توی ساختار و اسپیس تایم میتونه اتفاق بیفته، و نظریه این بود که اینا میتونن غیر گسی بودن در واقع ایجاد بکنن. سمت چپ مثلا یک سیمولیشن تشکیل ساختار هست با وجود کازمیک استرینگ، و سمت راست اثرش توی یک مثلا فیلد گسی دو بعدی، فیلد تمپرچر فلکچویشن دو بعدی یا هم CMB سیمولیت شده، و ما رفتیم که به این سمت برای آنالیز کردن اینکه چجوری اگر وجود داشته باشن میشه کازمیک استرینگ ها رو از توی دیتای CMB دیتک کرد. اون موقع کسی که روی دیتای CMB کار میکرد، حداقل تا جایی که من خاطرم هست، دکتر موحد بودم توی دانشگاه بهشتی، و من یادم هست که به معنی که رتبه کنکور ارشدم اومد و میدونستم که احتمال زیاد دانشگاه بهشتی قبول میشم، رزومه رو فرستادم برای دکتر موحد و گفتم که من میخوام ارشد با شما کار بکنم. و وقتی هم که رفتم دانشگاه به قول معروف سعی کردم که دکتر موحد رو راضی کنم که تز ارشد رو با دکتر موحد بردارم، و خوشبختانه اتفاق افتاد. تو این تصویر دوستان عزیز دکتر اقدامی و دکتر مصطفی هم میبینیم، البته هیچ کدوم از ما موقع دکتر نبودیم، فقط دکتر موحد دکتر بود.
بعد و این آفیس هم برای من خیلی خاطره داره چون دکتر دو تا کامپیوتر قوی داشتن که در اختیار ما گذاشتن برای انجام کارامون توی دوره ارشد. دکتر موبایل یه سیمولیشن در واقع یه سیمولیشن از تاثیر کازمیک استرینگا روی سی ام بی داشت. قبلا توی کار قبلیشون اینو انجام داده بودن و بعد من قرار بود که ما قرار بود روی این دیتا هایی که از این سیمولیشن یا این شبیه سازی میگیریم کار بکنیم و یادمه که کل شبیه سازی توی زبان فورتران بود و منم کل آنالیزا رو موقع با زبان فورتران 90 انجام دادم. قرار شد از دو تا روش استفاده بکنیم برای اینکه ببینیم اثر کازمیک استرینگا رو سی ام بی میتونیم دیتکت بکنیم یا نه. یکیش یه روش آماری به اسم تو پوینت کورلیشن فانکشن بود و یکی دیگه‌اش یک روش برای که استفاده میشه برای آنالیز سیگنال ولی به طور خاص تصاویر به اسم کرولت ترانسفورم بود. کرولت یه ورژن تعمیم یافته ویولت بود. ویولت خودش یه ورژن تعمیم یافته فوریه ترانسفورمه. مثلا توی این سمت راست تصویر بالای سیگنال سینوسی ساده است که سه تا فرکانس توشه، فرکانس 3 5 و 10 هرتز، اینجا میتونید ببینیدش. اگر شما تبدیل فوریه این سیگنال رو بگیرید فقط به شما میگه که این سه تا فرکانس رو دارید توش، 3 هرتز 5 و 10 هرتز، ولی به شما نمیگه کجای سیگنالتون اتفاق داره میفته. ولی ویولت کاری که میکرد این بود که علاوه بر اینکه به اون نشون بده فرکانس مختلفو، مکان یا حالا اینجا داریم در مورد زمان سوال میکنیم، ولی اون جایی که اون فرکانس اتفاق میفتن بهمون نشون میتونه بده. اصطلاحا هم فرکانس هم مکان رو میتونست بهمون نشون بده. کرولت یه ورژن جنرالایز شدهش بود برای دیتکت کردن اجا یا خمایی که توی تصویر توی سیگنال های دو بعدی در واقع وجود داشتن. اون روش اول تو پوینت کورلیشن فانکشن رو استفاده کردیم. در واقع کاری که می‌کنیم که ماکسیمومای توی تابش ماکسیمم لوکال ماکسیمومای توی تابش زمین کرانی رو قرار بود پیدا بکنیم با این نقطه‌ها نشون داده شده. البته نمایش دیتا شبیه سازی بود، اسمشون رو گذاشتیم پیک یا قله ولی اینا لوکال بودن. بعد این کاری که تو پوینت کورلیشن فانکشن یا حالا پیک پیک کورلیشن میکنه به زبان ساده اینه که احتمال این که چه مقدار احتمال داره که در کنار یک در یک فاصله خاص از یکی از این ماکسیموم ها یا یکی از این پیک ها چه تعداد دیگه از این پیک ها وجود داشته باشه. این روش قبل از این استفاده میشد برای در واقع معیاری از کلاسترینگ یا تجمع کهکشان ها توی تصویرهایی که از خوشهای ستاره گرفته میشد بود. این قبلا ازش استفاده شده بود و ایده این بود که میشه از این هم استفاده کرد برای دیتکت کردن نانگاشنیتی توی سی ام بی. اونجا نانگاشنیتی یه جورای غیر نان یونیفورمیتی رو میشد اندازه گیری کرد، در واقع چقدر یک نواخت نیست و چقدر کلاستر شده اون هر موردی که مورد نظرتون هست اونجا کهکشان ها و اینجا این ماکسیموم ها. و این یه معیار خوبی بود برای اندازه‌گیری نانگاشنیتی. و ما فقط کاری کردیم این که ریسمان های کیهانی با شدت مختلف اصطلاحا رو شبیه سازی کردیم. بعد از این روش استفاده کردیم و گفتیم که تا چه حدی اگر این شدت و تأثیر ریسمان های کیهانی باشه میشه با این روش این در واقع حضورشون رو اندازه‌گیری کرد. و اینم دومین مقاله نجومی من بود اون موقع. البته سال 2013 چاپ شد، من موقع دیگه 2013 یک دانشجو دکترا بودم، ولی کار تا وسط سال 2012 که ارشدم بود تموم شده بود. در همون سال 2012 من یادم هست شرکت کردم در نمیدونم چندمین گردهمایی نجوم ایران که هر سال توی مرکز تحصیلات تکنیکی زنجان برگزار میشد. اون سال خاص بود چون تولد 80 سالگی استاد سبوتی بود. منم توی این عکس موفق شدم خودم رو تا جایی که میشه نزدیک کنم به دکتر سبوتی و خیلی
اون کنفرانس ازش خاطره خوب دارم به چند دلیل. یکی اینکه حالا علاوه بر اینکه پوستر ارائه دادم که یکی از سه تا جایزه پوستر اون سال رو برد، الان که بهش فکر میکنم خیلی در کل خوشحال بودم اون جایزه رو بردم، پذیرش دکترا گرفته بودم، تز ارشدم داشت تموم میشد، تیشرت سی ام بیم هنوز سالم بود و از همه مهمتر روی سرم هنوز خیلی مو داشتم. ولی اون آخرین در واقع آخرین نه، ولی قبل از اینکه از ایران برم بیرون اون کنفرانسی بود که شرکت کردم و این کار رو ارائه کردم. یکی دو سال بعد پلانک بالاخره دیتاش رو ریلیز کرد و خیلی نانگوشنتی توش دیتک نشد و فکر میکنم بعد از اونم دیگه نظریه ریسمان های کیانی مقدار دیگه توجه بهش و اینکه میتونن یک تأثیر روی تشکیل ساختار کیان داشته باشن، فکر میکنم دیگه بهش توجهش نسبت بهشون کمتر شد، چون دیگه توی دیتا پلانک به نظر میومد که اونقدر اثری ازشون دیده نمیشه. ولی من دیگه بعدش با جزئیات دنبال نکردم، در نتیجه دیگه نمیتونم در مورد اینکه چقدر هنوز نظریه ریسمان کیانی و یا توپولوژیکال دیفکت ها به طور کلی در واقع مربوط هستند یا میتونن رلوانت باشن توی توضیح کیان چقدر الان این قضیه درسته و میشه از همکاری دیگه که روی موضوع کار میکنن پرسید. ولی بعد از ریزالت های ماهواره پلانک دیگه عملا مدل استاندارد کیان شناسی حتی یه مقدار از قبل هم اصطلاحا قوی تر در حال ادامه دادن بود یا استبلیش شده بود تا حدود زیادی که اوکی مهبانگ اولیه بوده، مخصوصا نظریه تورم که واقعا شاید خیلی از نظر فکر کردن بهش خیلی عجیب باشه که در یک مدت زمان بسیار بسیار کوتاه کیهان اندازش چندین برابر شده، ولی به هر حال نظریه بود و هست که همچنان میتونه دیتاهایی که از کیهان اولیه داریم به خصوص سی ام بی رو توضیح بده. وقت یه ذره جلوتر شاید در مورد دارک متر صحبت بکنم که یک کامپوننت حتما بهش اشاره میکنم و که یکی از کامپوننت اصلی توضیح دیتای کیهان هست و همچنین دارک انرژی یا ثابت کیهان شناختی که به عنوان یک عاملی از اینکه کیهان در حال شتاب، انبساط کیهان در حال شتاب دار شدن هست، بخشی شتاب دار هست رو در واقع میتونه توضیح بده. باز دوباره جلوتر بهش برمیگردم، ولی به هر حال بعد از دادای پلانک مدل کیهان شناسی جنبه های مختلفش تایید شد و به شکل خیلی خوبی میتونست اکثر مشاهدات پلانک رو توضیح بده. این موقعی بود که من دکترامو توی دانشگاه بن آلمان شروع کردم. اکتبر، این تصویر مال اکتبر 2012 است. اکتبر 2012 بعدش دکترا، بعد این شکلی شدم. یعنی این شکلی شروع کردم. این شکلی روز دفام هست و این دیگه آخرین عکسیه که بهتون نشون میدم از خودم، چون دیگه از این حالت به این حالت رو میتونید خودتون اینترپولیت بکنید. توی تصویر دو تا استادم، استاد اولم پاول کروپا و استاد دوم کریستیانو پوچیانی رو هم میبینید، دقیقا روز دفام هست. ولی حالا بهتون میخوام توضیح بدم مختصر که این وسط بین این دو تا عکس چه تفاوتی و چه کاری انجام دادم، اینو که دوباره نباید نشون میدادم. بریم سراغ شتاب انبساط کیهان. بعد از حالا اینکه دیگه انبساط کیهان عملا دیگه پذیرفته شده بود از نظر رصدی، یه سری منظم رصدی شروع کردن برن در واقع دیسلریشن یا کند شدن انبساط کیهان رو اندازه‌گیری کنه، چون انتظار بر این بود که باید این اتفاق بیفته. چرا؟ چون توی کیهان اجرام زیادی داریم، کهکشان‌ها، خوشه‌های کهکشانی و غیره، و اینا گرانش اینا باید موجب بشه که در نهایت با وجودی که الان اکسپنشن داریم ولی یه موقعی اون گرانش غالب بشه و برعکس انبساط اتفاق بیفته.
ولی مشاهده‌ای که کردن و نتیجه که گرفتن و دیدن این که برعکس به نظر میاد که نه تنها شتاب در حال کاسته شدن نیست، ببخشید سرعت انبساط، در سرعت انبساط خیلی کلمه دقیق نیست ولی فعلا میتونیم بپذیریمش، در حال کم شدن نیست بلکه در حال بیشتر شدن هم هست. نرخ انبساط کیهان در حال بیشتر افزایشه و این حالا عاملش چیزی است که شاید به عنوان دارک انرژی شما شنیده باشید. این در واقع مشاهده موجب شد که جایزه نوبل هم داده بشه. من اینجا عکس نذاشتم، به آدم ریس و دو تا دیگه از همکاراش، سال پرموتر و اسم سوم متاسفانه خاطرم نیست. به حال یه مشاهده خیلی مهم و تاثیرگذار بود توی کیهان‌شناسی و اون بعد از اون و همچنان میتونیم کامپوننت‌های اصلی ماده و انرژی کیهان رو معرفی بکنیم، به نظر بگیریم که 5% موادی هستن که اوردینری ماتر که ما میتونیم مشاهدهشون بکنیم توی ستاره و کهکشان‌ها و غیره، 25% ماده تاریک که اثرش، که حالا اونم داستان خودش داره که آیا واقعا 100% وجود داره یا نه، ولی اثرش رو توی حرکت چه ستاره‌ها توی کهکشان‌ها با روتیشنشون و چه حرکت کهکشان‌ها توی خوشه‌های کهکشانی و یا چه اندازه‌گیری جرم از روشی مثل ویکلنزینگ و غیره میشه تقریبا تخمین زد و برای مدل‌های دیگه توضیح این همه اینا با هم دیگه و همچنین اثرش روی CMB خیلی هنوز تا جایی که من اطلاع دارم راحت نبوده، در اینکه فعلا مدل استاندارد مدلی است که توش 25% هم دارک ماتر داریم و حدود 70% هم دارک انرژی یا ثابت کیهان شناختی یا کازمولوژیکال کانستنت. شاید توی بعضی از سمینارها یا کتابا پارامتر مثل اومگا ماتر یا اومگا لامدا یا اومگا دارک انرژی دیده باشین، در واقع یه جورای معرف همین درصد کامپوننت های ماتر و انرژی هستن. هر جا که فکر میکنید حوصلتون داره سر میره، دکتر عقیل یا دکتر نیری باید به من پیغام بدن. پروژه اول دکترام این بود که اصل کیهان شناختی رو بررسی کنیم، کازمولوژیکال پرینسیپل. توی اون اصل میگه که ما جای خاصی در کیهان نیستیم و در اینجا ویژگی های کیهان در جهت های مختلف نگاه میکنیم یا در مکان های مختلف باید به شکل از نظر آماری خیلی شبیه به هم باشن. اینو ما به عنوان فرضیه میپذیریم، ولی و کل مدل استاندارد کیهان‌شناسی و حتی خیلی مدل غیر استاندارد هم اساسشون روی این کازمولوژیکال پرینسیپله که همگن و همسانگرد بودن کیهان نتیجهش میشه به شکل آماری، البته نه دقیقا مطلق، به شکل آماری. و یک سوالی که موقع ما خواستیم بررسی بکنیم اینه که آیا شتاب انبساط کیهان وقتی در جهت‌های مختلف نگاه میکنیم آیا به شکل آماری یکسان هست یا نه. یعنی اگه در جهت مختلف نگاه میکنیم اومگا لامدا های یکسان، دیتا های جهت مختلف رو اگه بررسی کنیم اومگا لامدا های یکسان پیدا میکنیم یا نه. و این پروژه اول تز دکترای من بود. توی برای این کار و برای کلا اندازه‌گیری شتاب انبساط کیهان از یک آبجکت های به اسم استاندارد کندل استفاده میشه یا شمع استاندارد، که آبجکت هایی هستن که درخشندگیشون ذاتاً ثابته و ما میدونیمشون، حالا از روش های دیگه باید به دست بیاریم، و اگر ظاهراً اختلاف درخشندگی دارن این به خاطر فاصله متفاوتی هست که از هم دارن و ارتباطش هم به شکل ساده با معکوس به توان دو فاصله است. شمع استانداردهای کیهان شناسی که مورد استفاده قرار میگیرن سوپرنووای نو یک آ هستند، ابرنو اخترهای نو یک آ، و تو این تصویر میشه توی کهکشان که قبل و بعد از اینکه سوپرنووا توش اتفاق افتاده رو میتونیم ببینیم. اینا چون درخشندگیشون خیلی زیاده تو فاصله خیلی دور قابل رؤیت هستند و در نتیجه توی مطالعات کیهان شناختی کاربرد دارن و دقیقاً هم از همین دیتا سوپرنوواها اون تیم آدم ریس و غیره و بقیه استفاده کرده بودن برای اندازه‌گیری و پیدا کردن شتاب انبساط کیهان. اون موقع دیتایی که سال 2012 از کل سوپرنوواهایی که اون موقع دیتکت شده بود وجود داشت اسمش یونیون 2-1 بود، حدود 580 تا سوپرنووا توی اون دیتا ست بود
یه توضیحشون رو من توی آسمون اینجا با این تصویر دارم نشون میدم. رنگ ردشیفت هست یا انتقال به سرخ که معیاری از فاصله است. و اگه که اون موقع و فکر میکنم هنوز هم دیتا رو همه رو با هم برداریم و اومگا لامدا رو اندازه گیری کنیم، حدود 7 با یه خطایی به دست میاد. روشی که ما انجام دادیم اینه که یه چیزی شبیه مخروط رو از نظر ریاضیاتی بسازیم و آسمون رو پیکسل بندی بکنیم و سوپرنوایی که داخل این سپاتلایت مخروطه میافتن فقط اونا رو برداریم و مدل کنیم و فقط از اونا استفاده کنیم بر اندازه‌گیری اومگا لامدا با استفاده از مدل استاندارد، همچنان که یک پیشبینی داره برای تغییر نور سوپرنوواها در ردشیفت های مختلف و یک مدل کردن در واقع دیتاست. اگه این کار رو بکنیم که انجام دادیم، تونستیم اومگا لامدا در جهت های مختلف رو اندازه‌گیری بکنیم، از 3 تغییر میکرد تا 9. البته باید توی این نمودار خطای این دقیقا 3 و 9 مشخص نیست، اونم باید لحاظ بشه، ولی متوسطش 7 میشد. و بعد حالا با یه سری روش های آماری دیگه اون جهت هایی که به شکل سیگنیفیکنتی یا معنیداری متفاوت بود اومگا لامدا از اون چیزی که انتظار داریم رو پیدا کردیم با 3 زاویه مختلف برای این مخروطی که برای آنالیز در نظر گرفته بودیم، پی دوم، پی سوم و پی ششم، و همه افتادن تقریبا نزدیک همدیگه و نزدیک جایی که یک اصطلاحاً انومالی یا یک یک چیزی که انتظار نداره اتفاقات تو دیتا توی CMB هم مشاهده شده بود و این خب نتیجه جالبی بود و اینو چاپ کردیم. من بعد از اون حالا چند سالی بعد دنبال کردم، ولی الان 1-2 که جزئیات تحقیقات روی موضوع دنبال نکردم، و ولی فکر میکنم از بعضی وقتا توی توییتر به گوشم میخوری یا میبینم هنوز این انومالی وجود داره و هنوز توضیح خیلی قانع کننده ای برای این ارائه نشده. اینم اولین مقاله بود که من نویسنده اول بودم توش و توی اختر فیزیک چاپ شد سال 2015. بعدش رفتم یه تغییر دوباره مجددن دوباره تغییر موضوع و تغییر فیلد اتفاق افتاد و رفتم سراغ دوباره دیتاهای اپتیکال که از قبلم بهشون علاقه داشتم از کهکشان‌ها برای مشاهده و رصد کهکشان‌های کوتوله. برای اینکه یه مقدار اندازه این کهکشان‌ها بیاد دستمون، بگم که حالا 3 تایپ اصلی کهکشان‌ها، کهکشان الیپتیکال هستن که خیلی بزرگن، کهکشان اسپایرال هستن که توی این رنج میشه گفت متوسطن، و بعد کهکشان‌های کوتوله 200 کیلوپارسک میتونه قطر الیپتیکالا باشه، حدود 50 کیلوپارسک اسپایرالا و 1 کیلوپارسک در اوردر اون کهکشان‌های کوتوله. اگر که اسکیل رو سعی کنیم تقریبا درست بذاریم، کهکشان کوتوله میفته اینجا که نمیدونم پیداست یا نه، ولی دایره میذارم دورش و از نظر اندازه واقعا انقدر اختلاف اندازه دارن. ولی چرا مهمن؟ یکی این که بیشترین تعداد، بیشترین کهکشان های توی کهان کهکشان های کوتوله هستن. مثلا اینجا تصویر لوکال گروپ خودمون رو نگاه کنیم، که کهکشان ما میلکی و یکیش هست، کهکشان بزرگ دیگه اندرومدا هست و یک کهکشان نیمچه بزرگ دیگه که اسمش تراینگولوم هست یا MCS. بقیه کهکشان همه کهکشان کوتوله هستن و تعداد زیادیشون در واقع از نظر گرانشی کوپل هستن به یک کهکشان بزرگ دیگه و بهشون در نتیجه ساتلایت گالکسی هم میگن، دوارف ساتلایت گالکسیز. و مدل‌های مختلف تشکیل ساختار و تشکیل کهکشان‌ها پیش‌بینی‌های متفاوتی دارن از تعداد این در واقع دوارف ساتلایت گالکسی ها، توزیع فضاییشون و ویژگی‌های مختلفشون. در نتیجه از این نقطه نظر خیلی مهم بودن و هستن رصدشون و بررسی چه تئوری چه رصدیشون برای تست کردن مدل‌های مختلف تشکیل ساختار که خب ارتباط هم داره مسلماً با مدل‌های مختلف گرانشناسی.
برای این پروژه من در ارتباط قرار گرفتم با استاد راهنمای سومم یه جورایی، دکتر دیوید مارتینز دلگادو، که اون یه ارتباط داشت با تعداد زیادی از منجمای آماتوری که تلسکوپای بزرگ داشتن، یعنی تلسکوپاشون در اوردر تلسکوپای رصدخانه ابرجهان بیرونی بود و تلسکوپ شخصی بود برای خودشون، ولی دیوید تونسته بود راضیشون بکنه که به جای اینکه فقط عکسای خوشگل بگیرن سعی کنن با ما همکاری کنن و روی یه سری پروژه سیستماتیک با هم دیگه کار بکنیم. در نتیجه ما تونستیم با این با همکاری این رصدگرا تعداد بالاترجی عکس با اکسپوژر تایم خیلی طولانی بگیریم از یه سری کهکشان شبیه کهکشان راه شیری، مثلا دوتا کهکشان NGC-2683 و یا مذارم خواهم کهکشان سومبرو گالکسی یا کلاه مکزیکی که عکسای قشنگش رو احتمالاً این منبر دیده باشید. مشکلی که در واقع بود که ما نمیتونستیم با تلسکوپای دیگه این همچین عکسای بگیریم این بود که رقابت برای زمان دادن تلسکوپا به پروژه مختلف خیلی زیاده و شما نمیتونید به همراهی تلسکوپ رو راضی بکنی که 10-12 ساعت یا حتی بیشتر فقط فوکس بکنه روی یه منطقه خاص یه عکس برای شما بگیره. ولی و حالا داستان رقابت برای پروپوزال نوشتن و غیره و غیره هم بود، ولی راضی کردن منجمای که تلسکوپ های این سازی داشتن خب راحت‌تر بود و اتفاقا فیلد آف ویو بزرگم برای این کار خیلی مهم بود. من این تصاویر رو به من دادن و من یه سری دیگه از اینجا به بعد دیگه من روی با پایتون کار میکردم، از حتی از قبلش با زبان برنامه‌نویسی پایتون و یه سری حالا کود و پایپلاین دیولپ کردم برای اینکه این تصاویر رو کالیبره بکنه و سورس های مختلف توی این عکس و این تو عکس رو پیدا بکنه و ویژگی هاشون در بیاره و تونستم که 10-11 عکس های بیشتری یه 10-11 تایی کهکشانی که قبلا شناخته شده نبودن رو پیدا بکنم و بعداً بعد از اینکه اندازه‌گیری در واقع پارامترشون اندازه‌گیری کردیم دیدیم که ویژگی‌هاشون شبیه کهکشان‌های کوتوله تو لوکال گروپ که بهتون نشون دادم، قرمزا یا مثلثات تو این تصویر کهکشان شناخته شده لوکال گروپن، آبیا مقداری هستن که ما اندازه‌گیری کردیم با فرض اینکه اینا ساتلایت‌های این کهکشان نزدیکشون باشن و چون خیلی شبیه اون ویژگی هستن، مثلا محور وای شعاع افکتیوشونه و محور ایکس درخشندگیشونه، نتیجه‌گیری که میشد بکنیم بود که اینا واقعا دورف ستلت گلکسی های اون کهکشان های بزرگن و درنچه بعدا میشه از ویژگی های مختلفشون برای تست کردن پیشبینی های مختلف مدل های تشکیلی ساختار استفاده بشه. این هم سال 2016 چاپ شد، خیلی هم مورد توجه قرار گرفت به خاطر اینکه با تلسکوپ آماتور ما تونسته بودیم یه سری کهکشان رو کشف بکنیم و خیلی هم منم موقع هیجان زده بودم از اینکه تونستم این کار رو انجام بدم و بالاخره بازم برگشت شدم سراغ دیتاهای تصاویر اپتیکال نجومی. بعد از دکترا من برای اسمش چیه؟ خدمت سربازی برگشتم ایران، ولی از طریق نخبگان تونستم توی پژوهشگاه دانشگاه بنیادی به عنوان پست‌داک مشغول به کار باشم و توی چند تا پروژه دیگه همکاری داشتم. یکیش پروژه بود که در نهایت به مقاله نیچر ختم شد با دکتر عقی و دکتر زانوزی همکاری داشتیم، به اضافه سری دیگه از همکارا در موردش میتونید از دکتر عقی بپرسید. فرصت اینم داشتم که باز با پروژه رصدخانه ملی ایران همکاری بکنم برای باز اندازه‌گیری‌های دقیق‌تر و بیشتر اغتشاعات جبی یا سینگ میجرمنت توی قله گرگشت. برای اون موقع دیگه نیاز نبود حضوری بریم اونجا، تلسکوپ‌های که بعداً همکارا اونجا نصب کرده بودن دیتا خوبی گرفته بود و فقط کافی بود توی پژوهشگاه توی تهران ما این دیتا رو آنالیز بکنیم. بعد از اون من رفتم برای پست‌داک دومم توی رصدخانه پاریس که دو تا شعبه داره، که توی پاریس یکی هومه پاریس که مدون اسم اون محله هست که اینجا بود. البته ما توی این رصدخانه کار نمی‌کردیم، این خیلی تاریخی است و اولاً یه جورایی فقط موزه است، ولی آفیس من کنار این گنبده بود و
بیرون از پاریس بودیم ولی ویو خوبی روی پاریس داشتیم. ولی موضوعی که قرار بود روش کار بکنیم برمیگشت به اندازه‌گیری ثابت هابل، که باز دوباره برگردیم سراغ انبساط کیهان. کیهان انبساطش به این معنی است که فاصله بین هر دو تا نقطه از هم در حال افزایشه و هر چی که مشاهده نشون میده که هر چی فاصله بیشتر باشه سرعت انبساط، نرخ انبساط بیشتره و ثابتی که این دوتا رو با هم دیگه مرتبط میکنه فاصله و سرعت رو شناخته میشه به عنوان ثابت هابل کانستانت. و از چند روش مختلف میشه هابل کانستانت اندازه‌گیری کرد. دو تا روش اصلیش، یکیش همون استفاده از شمعای استاندارد و سوپرنوا هاست که اینجا با اندازه‌گیری آبی داره نشون داده میشه، یکیش اندازه‌گیری غیر مستقیم از طریق سی ام بی که دیتاشو نقشاشو بهتون نشون دادم، هم دابلیو ماپ هم پلانک هست. اولی که آبی با رنگ آبی داره نشون داده میشه مربع و از طریق سوپرنوا هاست اندازه‌گیری مستقیمه، دومی با فرض نیاز داریم که مدلی براش برای اندازه‌گیریش داشته باشیم و فرض مدل استاندارد کیهان‌شناسی یا لامدا سی دی ام هست. بعد تا 10 سال پیش تقریبا این دیتا با هم دیگه همخونی داشتن، هیچ مشکلی نبود، هر دو حدود 70 کیلومتر بر ثانیه بر مگاپارسک ثابت هابل اندازه‌گیری می‌کردن. ولی از بعد از دادهای پلانک و بعد دقیق‌تر شدن حتی اندازه‌گیری مستقیم یه اختلافی بین این دوتا مشاهده شد که معروف است به هابل کانستانت تنشن. و اینم باز تا جایی که من خبر دارم، باز میگم دیگه مثل قبل روزانه این موضوع رو دنبال نمی‌کنم، ولی تا جایی که اطلاع دارم باز هنوز این تنشن هست و هنوز هم جوابی برای این مشکل یا سوال پیدا نشده. و به خاطر این ما توی پاریس شروع کردیم روی بررسی کردن اندازه‌گیری مستقیم، در واقع اندازه‌گیری ثابت هابل، چون که یه جورایی اون موقع هنوز همچنان همه شاید هم هنوز هم همچنین وقتی که یه مشاهده‌ای با مدل استاندارد سازگاری نداشت، باید بگم متاسفانه به مشاهدات شک میکنه. البته تا حدی میشه اینو انتظار داشت، چون بالاخره مدلی هست که سالهای سال بر اساس دیتای مختلف تایید شده، ولی یه مقدارم شاید یه بایاس به وجود اومده که به جای اینکه بعد از اینکه دیتا نشون میده که مدل یه مشکلی داره به مدل شک کنن، به دیتا شک میکردن. خب البته اشکال نداره به کدوم سمت شک میکنیم، مهمه که بریم و بررسی کنیم. و من اون موقع شروع کردم روی دیتاهای MGC 5584 کار کردم که یکی از اون موقع 20 تا کهکشانی بود که این تیم شوز استفاده کرده بود برای اندازه‌گیری ثابت هابل، در واقع برای کالیبره کردن سوپرنوا که خیلی دور دستن نیاز داریم با جلوتر با اسلاید بهتون نشون میدم از یه سری استاندارد کندل دیگه به اسم ستاره قیفابوسی استفاده بکنیم. و این یکی از 20 تا کهکشانی بود که ستاره قیفابوسی توش میشه با تلسکوپ هابل رصد کرد و تیم شوز هم ازش استفاده کرده بود و یه جورایی از نظر فاصله اون وسطا بود و خیلی استفاده مختلف شده بود برای کالیبره کردن بقیه اندازه‌گیری‌هاشون. خلاص این کهکشان انتخاب کردیم، دیتاهاش رو توی فیلترهای مختلف همه میتونن از آرکایو تلسکوپ هابل دانلود بکنن. این دیتاهایی که من از تلسکوپ هابل آرشیو تلسکوپ هابل گرفتم، نقطه‌ای که نشون میدم توی تصویر ستاره قیفابوسی هستن، قرمزا توی فیلتر آی آر یا اینفرارد و آبیا اونایی که علاوه بر اینفرارد توی اپتیکال هم در واقع مشاهده شده. یه ذره در مورد ستاره قیفابوسی یا ستاره که در واقع تپنده هستن اصطلاحا، با بزرگ و کوچیک شدنشون به زبان ساده که مکانیزم خیلی جالبی داره، دما و درخشندگیشون تغییر میکنه و با یه دوره تناوبی خاص. اولین نفری که فهمید که ارتباط خاصی از بین ارتباط خطی در واقع خطی ساده از بین درخشندگی و دوره تناوب این ستاره خانم هنریتا لوید بود که اینو توی دو تا مقاله که اون موقع سال 1912 و فکر کنم بعدیش 1920 چاپ کردن نشون دادن. و از این ارتباط پریود لمستری ریلیشن و میشه بهش هم حتی گفت لوید لا
میشه استفاده کرد برای اندازه‌گیری فاصله. و چجوری میتونیم این کار بکنیم؟ اینی که مثلا توی کهکشان خودمون قیفا و سیار رو بریم برداریم، ارتباط بین دوره و درخشندگیشون رو به دست بیاریم، فاصله شون اون موقع از یه روش دیگه مثل پارالاکس که احتمالاً همتون میدونید اندازه‌گیری بکنیم. پارالاکس موقعی که کره زمین در دو تا قسمت مختلف متفاوت از کاملا فاصله دار از مدارش وجود داره و شما تغییر زاویه‌ای که توی مکان ظاهری ستاره میبینید میتونید استفاده کنید و فاصله رو اندازه‌گیری کنید، اون پارالاکس. در نتیجه فاصله رو به شکل مستقیم دارید، در نتیجه میتونید پریود لومینوسیتی ریلیشن قیفا و سیار توی میلکی وی رو دقیقاً کالیبره بکنید. بعد میرید توی یک کهکشان دیگه قیفا و سیارش رو پیدا میکنید، باز دوباره دورش داره تناوب و درخشندگیشون اندازه‌گیری میکنید، یه دونه پریود لومینوسیتی ریلیشن هم برای اون کهکشان دیگه دارید. اختلافی که این دوتا با هم دیگه دارن، اختلافی که این دوتا پریود لومینوسیتی ریلیشن با هم دیگه دارن، در واقع معیاری است از فاصله، معیار نه دقیقاً اندازه‌گیری است از فاصله که اون کهکشان با ما داره. و ما از این روش استفاده کردیم برای اندازه‌گیری، نه کلا از این روش استفاده میشه برای اندازه‌گیری کهکشان تا کهکشان دوردست. حالا چرا اون کهکشان NDC 5524 مهم بود؟ چون توش یه سوپرنوا اتفاق افتاده بود و همچنین 20 تا کهکشان دیگه، بکنم الان البته تعدادشون بیشتر شده، توی مقاله اخیره که تیم شوز منتشر کرد 40 تا شده باشه. توی اینا سوپرنوا اتفاق افتاده و در واقع یه پله از اون نردبون پا فاصلن. من میتونستم یه دونه اسلاید دیگه بذارم، عذر میخوام که نذاشتم. پله اول پارالاکس، پله دوم این کهکشان های فاصله وسط، حد وسط هستن که ما توشون قیفا و سیار رو میبینیم، سوپرنوا توشون اتفاق افتاده. فاصله تا اونا رو به این شکل کالیبره میکنیم و بعد میریم سراغ سوپرنوا که فاصله دورتر هستن. دیتا با تلسکوپ هابل در زمانهای مختلف از این کهکشان تصویربرداری شده. بله بفرمایید. حدودا یه رو وقت از وقتمون مونده. حتما عالی، ممنون که گفتم. تصاویر مختلفی از در زمان مختلفی از این کهکشان داریم، در نتیجه باز مثل در واقع ستاره دوتایی میتونیم ازش منحنی نوری از اون قیفا و سیاه سفیده داشته باشیم، روشون مدلای رو فیت بکنیم، با استفاده از اون مدلا دوره تناوبشون و درخشندگیشون رو در بیاریم و اون روشی که توضیح دادم پریود لومینوسیتی ریلیشن و اندازه‌گیری فاصله رو داشته باشیم. اینم آخرین مقاله من توی اختر فیزیک که نویسنده اولش بودم بود و یه مقداری پروژه دیگه مونده بود که همکاری داشتم و اونا هم تموم شد و فکر کنم دیگه نمیدونم ولی فکر کنم دیگه آخرین پروژه‌ای بودن هستن که من توی فیلد اختر فیزیک مشارکت داشتم باهاش. من توی این در واقع چند سال میشه از لیسانس که شروع کردم روی این سبک پروژه ها کار کردن، میشه 18 سال تا الان انواع مختلف دیتا رو کار کردم، دیتاهای تابولار اصطلاحاً یا دیتاهایی که شما لیستی از فرض کنید مثلا ستاره ها یا کهکشان ها دارین و ویژگی های مختلفشون، یا ایمیجینگ دیتا یا دیتا تصاویر مختلف. دیگه الان دارم در مورد تایپ دیتا، نوع دیتا صحبت میکنم، نه اینکه چه دیتاییه. و این مدل دیتا خب توی خیلی فیلدهای دیگه هم هستن. ما توی نجوم ستاره و کهکشان و پارامترهای مختلف بودن، یا تصویر از ستاره و تصویر از کهکشان یا خوشه کهکشان و غیره بودن، ولی این دو مدل دیتا به شکل خاص، مدل های دیگه دیتا هم داریم ولی من عمدتا رو اینا کار کردم، توی همه فیلد های علمی و حتی دیگه این روزا غیر علمی هم هستن. ولی خب دیتا به ما این اجازه رو میده که دیگه این روزا به هر چیزی، به هر موضوعی یک اپروچ علمی داشته باشیم و از روش های مختلف هم برای بررسی اون سوالی که داشتیم استفاده کردیم. روش های آماری، پروسس کردن یا آنالیز ایمیجا، مدل های مختلف ریاضیاتی و همچنین ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشین. اینجای در واقع کارم توی وسط های پست‌دوک دوم تو پاریس، من دیگه داشتم به این فکر میکردم که دوست دارم کلن رشته و یا موضوع کارم رو تغییر بدم. و خب این دیگه یه چیز شخصیه در واقع که الزاماً
چه روش چه راهی خوب یا بد هست واقعا هیچ کس نمیتونه بگه. و من اون موقع داشتم به این فکر میکردم که یا به این نتیجه رسیده بودم که این حسو داشتم که میخوام کارمو تغییر بدم و این کاری که بلدم رو یه جای دیگه انجام بدم، و ولی نمیدونستم دقیقاً به چه مسیری میخوام برم. این پروسه فکر کردن در مسیر مختلف شاید واقعا 2 سال، شاید بیشتر، یه بخشی شاید ناآگاهانه بوده یه بخشش آگاهانه بود، طول کشید. موضوع مختلفی که اون موقع نظر منو جلب میکردن، یکیش موضوع پزشکی، ولی خب به طور خاص علم ژنتیک و جنومیکس بود، به خاطر اینکه پیشرفتای خیلی جالبی که اتفاق داده توی این فیلد الان امکان اینو به ما میده که ژنوم آدم‌ها رو با دقت خیلی بالایی دیتاشو در بیاریم و بعد ارتباط بین ژنای مختلف و ویژگی‌های مختلفی که داریم و بتونیم خیلی دقیق درشون بیاریم. حتی فیلدی هست که دائم در حال تغییره، در واقع الان در واقع جوره گولدن ایجش هست. همچنین ارتباط بین این اتفاقای مختلفی که توی ژنوم ما میتونه بیفته با بیماری‌ها یا مشکلات سلامتی که میتونه برامون پیش بیاد. در این حال و همزمان با پیشرفت کلن ماشین لرنینگ و زیاد شدن دیتا توی همه فیلدا، واضحه که الان اکثر در واقع موضوعی که بشر فعالیت میکنه توش به خاطر حجم زیاد دیتا نیاز به دیولپ کردن روش ها و متدایی داره که بتونه این دیتا رو آنالیز بکنه. 1-2 میشه از توشون خیلی اطلاعات و در واقع چیز جالبی کشید بیرون و یاد گرفت، و همچنین میتونه خیلی از کارها رو برای ما خیلی سریع‌تر و بهتر بکنه. یکی از جایی که دیتا و ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی شروع کرده به واقعا تغییر شدید علم پزشکی و کلان هلث‌کیر و بهداشت و درمان، اون کاتگوری کل پزشکی و بهداشت و درمان هست. بازم میگم توی همه فیلدها هست، قطعا اطلاع دارید، ولی توی این فیلد هم به طور خاص این اتفاق داره میفته. هوش مصنوعی اصطلاح کلی که به کار میره برای اینکه مدلایی رو طراحی بکنیم یا الگوریتمایی رو بسازیم که اصطلاحاً ماشین یا کامپیوتر بتونه یه سری کارهایی که آدما قبلا انجام میدن رو انجام بده، یک ترم خیلی بزرگ و گسترده است. خیلی واژه جدیدی نیست، 50 60 ساله که محققا دارن روش کار میکنن کلا موضوع و همچنین واژه. من یادم تو کتابخونه دانشگاه شیراز کتاب دیدم به اسم هوش مصنوعی، ولی چاپ 1960 خورده بود، من اینقدر زحمت داشت. خلاصه موضوع جدیدی نیست، ولی با زیاد شد زیاد و زیاد و زیادتر شدن دیتا، راحت تر شدن برای دیتا گرفتن و جابجا کردنشون و پیشرفت الگوریتما، الان دیگه اینا این موضوع خیلی داغ و رلوانت شده، همونطوری که احتمالاً شما هم در جریان هستید. کارهای مختلفی میشه در واقع، زیرمجموعه های مختلفی داره آرتفیشل اینتلیجنس یا AI. یکیش کامپیوتر ویژنه، اینکه شما تصویر رو دیتای تصویر رو آنالیز بکنیم و اطلاعات مختلف بکشی از توش بیرون. یکیش همون سگمنت کردنه که گفتم، مثلا یکی از کاربرداش برای ماشینایی که قرار خودشون راندگی بکنن بدون کمک راننده تا یا مینیمایز کردن اون، یا کلا اطلاعات کشیدن بیرون از تصویر میتونه کاربردای اون باشه. یکی دیگهش voice recognition و در واقع شناخت صدا، که باز اونم هممون احتمال باش آشنا هستیم با سیری یا هی گوگل یا الکسا آمازون و امثال اونها. یه کار دیگه که خیلی زیاد دیتایی که هر روز ما داریم فراهم میکنیم برای پلتفرم‌های مختلف recommendation سیستم ها هستن. مثلا شما بعد از 10 یا 20 تا خرید از دیجیکالا، و مطمئنم دیجیکالا هم تیم دیتا ساینس داره، بعد از 10-20 تا خرید یه سری دیتا از شما دارن که چه بر اساس اون دیتا چقدر احتمال داره که شما از این موبایل یا از اون ساعت یا از این آیتم خاص خوشتون بیاد نه، و اونها رو اون وقت به شما ریکامند بکنن. خب برای بیزنس خودشون خوبه، ولی خب شاید از این نقطه نظرم بگیم که برای ما که دنبال یه چیزی هستیم سریع‌تر و راحت‌تر بتونیم پیدا بکنیم.
یه زیر مجموعه دیگه از AI جنراتیو AI هستن اصطلاحاً که خیلی بحثشون داغه که چقدر مفید میتونن باشن و چقدر میتونن مضر باشن. شاید این سایت وبسایت رو دیده باشین This person does not exist و این واقعا این آدم وجود نداره. شما میتونید بگید برای من یک نفر توی رنج سنی 12-18 سال با اتنیسیتی فلان حالا خانم یا آقا جنریت کن و یه عکس کاملا از یک نفر که وجود نداره رو جنریت میکنه، ولی ویژگی های این تصویر اگه که به من نگفته باشن این عکس وجود مال هیچ کس نیست، مربوط به آدمی نیست، من نمیتونستم تشخیص بدم. و احتمالاً هم همتون در مورد مدل‌های زبان های مدل‌های زبان بزرگ یا لارج لنگویج مدل که معروف ترینش فلان چت جی پی تی هست اطلاع دارید که اینا روی حجم زیادی از دیتا تکست که از اینترنت و منابع دیگه جمع شده مدل شدن. من توی کار جدیدم که 2.5 سال پیش شروع کردم روی مدیکال ایمیجز کار میکنم برای دیولپ کردن سافت‌ورها یا مدلایی که بتونیم در واقع کمک کنه پزشکا برای تشخیص بیماری مختلف. و اکثر واقعا اون مهارت‌ها و دانشی که توی آنالیز دیتا از اختر فیزیک تونسته بودم یاد بگیرم توی این فیلدم کاربرد داره و اگرم قرار باشه چیز جدید یاد بگیرم واقعا خیلی خیلی سخت نیست، چون اونقدر توی فیزیک از نظر ریاضی، کار ریاضی آماری و غیره تاپیک‌ها خیلی سخت داشتیم و یاد گرفتیم همگی. یکی از الگوریتم‌های اصلی که استفاده میشه برای در واقع آنالیز کردن دیتا پیچیده و یکی از بیسیک در واقع هوش مصنوعی هست، دیپ نورال نتورک ها هستن که من باید یه ذره سریع برم جلو برای توضیح دادنشون. ولی شما اگه اینپوت داشته باشین که ایکس های مختلف هست، مثلا اینجا X1 تا X5 و بخواهیم که یک آوتپوت داشته باشین که مثلا تو چه کلاسی اینا قرار میگیرن، مثلا 5 تا اندازه‌گیری مختلف از یک بیماره مختلف داریم، فشار خون مثلا، اندازه قند خون و غیره و غیره و غیره، میخوان ببینید که توی چه کلاسی از یک بیماری خاص میفتن. مثلا خوبن، C1 میشه اوکیان، مشکلی نیست، C2 ممکنه که خطرناک باشه و C3 این که ریسک الان هست و باید بهشون رسیدگی بشه، یا اینکه نه فقط بخوان یه احتمال در بیارید، بگید که اینقدر احتمال داره که این شخص فلان مریضی رو بعداً داشته باشه یا فلان مریضیش حاد بشه. میتونید از این روش‌ها استفاده کنید. البته روش‌های دیگه هم هست، ولی میخوام بگم به شکل مثال میشه همچین دیتا داشته باشیم و بخوایم همچین کاری باش بکنیم. اگر این نورال نتورک رو نداشته باشیم، یک لینیر رگرشن ساده است که وای هست تابعی است از سری ایکس با سری پارامتری که شما توی مدلتون فیت می‌کنید. ولی وقتی که همچین نورال نتورکی دارین، تعداد پارامترتون خیلی 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 زیاده. از نظر ریاضیاتی با لینیر الجبرا میشه کلشو در واقع برای چند تا ماتریکس مالتیپلیکیشن کلشو فهمید. فقط نکته اینجاست که تعداد پارامترها خیلی زیاده و در نتیجه دیتا زیاد میخواد برای اینکه همچین مدلی رو در واقع بسازیم. یه ورژن دیگه از اینا دیپ کانولوشنال نورال نتورک ها هستن که مناسبن برای تحلیل تصاویر، که در واقع اطلاعات هر پیکسل رو در کانتکست پیکسل‌های اطرافش میتونیم در بیاریم. و بیس اکثر کارهای که توش دیپ لرنینگ اصطلاحاً انجام میشه همینا هستن و ما هم از همین الگوریتما استفاده میکنیم برای موضوعهای مختلف. مثلا یکیشون اینه که اون افرادی که دیابت دارن، ممکنه که دیابت روی چشمشون تأثیر بذاره و متاسفانه یواش یواش بیناییشون ازشون بگیره، ولی این یه پروسه‌ای هست که اگر خیلی سریع دیتکت بشه، خیلی سریع پزشک بتونه اینو بفهمه، میشه از بدتر شدنش جلوگیری کرد. و تعداد زیادی توی حتی جوان پیشرفته افرادی هستن که به خاطر اون مشکل چشم دیابتیک رتینوپاتی بیناییشون از دست میدن. ولی واقعا میشه و پزشکایی هستن که اینو میتونن سریع تشخیص بدن، ولی اون پزشکا همه جا نیستن. ولی اگه شما یه الگوریتم درست کنید، سافت ور داشته باشین، اینو میتونه همه جا بره و کمک کنه به تشخیص سریع همچین مشکلی و جلوگیری ازش. یکی دیگه‌اش age related macular degeneration، باز مشابهه ولی این به دیابت ربطی نداره و فقط سن بالا، اکثر افرادی که سنشون از یه حد میره بالاتر میتونه این اتفاق براشون بیفته و مثلا دیدشون مثل این تصویر سمت چپ بشه که تار بشه و خوب نتونن ببینن. باز دوباره
داشتن روش‌ها و متدایی که بتونه سریع‌تر اینا رو دیتکت بکنه خیلی کمک می‌کنه به جلوگیری از نابینا شدن. یه فیل دیگه که ما توش کار می‌کنیم کمک کردن به در واقع تشخیص بیماری‌های نادره. بیماری نادر هر پزشکی یا هر بیمارستانی متخصصش رو نداره و خیلی موقع ممکنه تا 5 6 7 سال طول بکشه که یه بیماری یه نفر با بیماری نادر بفهمه اصلا چه مشکلی داره و اکثر بیماری‌ها هم ژنتیکی هستن و تشخیصشون سخته. باز دوباره ما میتونیم استفاده کنیم از ترن کردن مدل‌های با بیس هوش مصنوعی مثل مثلا همین دیپ کانولوشنال نیورال نتورک ها و توی یکی از کارهایی که انجام دادیم بیماری‌های نادری که روی چشم باز تاثیر می‌ذاشتن سعی کردیم مدل‌هایی رو دیولپ بکنیم که بتونه این بیماری مختلف رو تشخیص بده و با دقت 88% فعلا میتونه این کار رو از بین 36 تا بیماری مختلف انجام بده. بیماری مختلف ژنتیکی روی چهره هم تاثیر میذارن داریم و از اونم باز روی عکس صورت و چهره هم میشه مدلایی رو ترین کرد که بشه این تشخیص ها رو سریع‌تر انجام بده و همچنین ایکس ری برای تشخیص بیماری های که روی استخوان و در واقع اسکلتال سیستم تاثیر میذارن. من دیگه میرم سراغ اسلاید آخرم. اینم کار اخیرمون هست که روی برای تشخیص سن استخوان که برای مطمئن شدن از رشد سالم بچه‌ها مهمه انجام دادیم و با همین روش در واقع ترن کردن نیورون نتورک روی تصویر عکس ایکس ری دست بچه‌ها. اومدم به اسلاید آخرم. امیدوارم حوصله‌تون سر نرفته باشه. این یک مسیری بود از اینکه از راهی که من طی کردم از علاقم به فیزیک و اختر فیزیک و نجوم و بعد تصمیم گرفتن از اینکه برم کنار و به کار دیگه‌ای رو انجام بدم. توی خود اختر فیزیک و نجوم دیدیم که من خیلی خیلی هر چند سال یه بار فیلد عوض کردم و روی موضوع مختلف کار کردم. مسلماً اگه یه نفر چند سال روی یه موضوع کار بکنه با اینکه توی دو سه تا موضوع کار بکنه خیلی فرق میکنه. اون اولی میتونه روی موضوع خیلی عمیق بشه، دومی نه، ولی دومی چند تا موضوع مختلف کار کرده، اولی نه. و واقعا خیلی سخته که بگیم که چه راهی بهتره. خیلی برمیگرده به خصوصیات فردی، شرایط مختلف و علایق. فعلا توی این فیلد از کار کردن توی این فیلد لذت میبرم. خیلی چیزای جدید هر روز باید یاد بگیرم، ولی خب نمیدونم که تا چقدر دیگه توی این فیلد میمونم و در آینده به کدوم سمت میرم. خیلی ممنون از توجهتون و من میتونم به سوالاتون گوش کنم. خیلی ممنون. همجانم دکتر، امیدوارم خوب باشید. یه سوال خیلی تکنیکال و خیلی اسپسیفیک میخوام بپرسم. در مورد اینکه حالا یه چیزی که میخواد حالا این نورال نتورکس رو حالا یاد بگیره، بیشتر توی کدوم بخش باید تسلط پیدا کنه؟ حالا مثلا خیلی اسپسیفیک میخوام بپرسم، حالا مثلا پای تورچ باید بیشتر یاد بگیره یا مثلا سایکیت بیشتر وقت بذاره؟ از این دوتا کدوم بهتره که بیشتر وقت شد؟ هر دوتاشون تا جایی که میدونم لایبرری هایی هستن برای روش های مختلف ماشین لرنینگ، امپلیمنت کردن روش های مختلف ماشین لرنینگ، ولی تا جایی که میدونم خب هر کدومشون هم توی یک سری کارا بهترن. سایکیت لرن تا جایی که میدونم سایکیت لرن برای آنالیز کردن ایمیج ها خیلی لایبرری قوی نداره. یه سایکیت ایمیج هست که سری کار بیسیک رو میشه باش انجام داد، خیلی هم خوبه، ولی بسته دقیقاً به نوع دیتا که میخوان کار بکنید. برای دیتا تابولار شاید خیلی سایکیت لرن عالی باشه. برای ایمیج آنالیز کردن ایمیج ها، تصاویر، پای تورچ و تنسور فلو در واقع بیشتر استفاده میشه. ولی به همه اینا باید به شکل ابزار نگاه بکنید که تو جعبه ابزارتون اگه باشه بد نیست. فقط خودتون رو به هیچ کدومش محدود نکنید، ولی اینجوری هم نباشه که حالا اگر یکی دیگه شو بلد نبودید نگران باشید. اگه یکی شو بلد باشید، چون همشون پایتون بیست هستن، یادگیری بقیهش اگه موقع لازمتون بشه خیلی کار سختی نیست. سوال بعدی؟
من یه سوال کلی دارم. ابتدایی. ما سر و کارتون خیلی با دیتا بوده. یکی از دات مهم توی تحلیل دات تحلیل خطای دات. بله. حالا این موضوع چرا شما با این تحلیل خطا سر و کار ما میدونید که داده ها خطا هم هست. قطعا. خطا رو هم دسته بندی می کنند. سیستماتیک اساس خطای رام یا کار. حالا توی البته خب داده هایی که ما از دست میاریم شبیه یک داده آزمایشی است که بگیم مثلا ما توی این داده دخیل بودیم یا روش به کار بردیم بیشتر قابل حالا اینجا وقتی پروسه ها رو ریسیو میکنید آیا اولا خطای داده اینجا موضوع مهم و حیاتی هست و دوم آیا این خطاها رو هم دستبندی میکنید یعنی که بگید چه بخش خطاش کاهیه چه بخشش خطا سیستماتیکه آیا این اصلا این موضوع مهم هست یا موضوعیت داره دیتا های نجومی؟ ممنون از سوالتون. بله 100%. همونطور که گفتید هر جا که ما با دیتا سرکار داریم قطعا باید آنالیز خطا هم داشته باشیم و اتفاقا توی نجوم و اختر فیزیک خب خیلی سالها متدای خیلی دقیق و پیچیده و بعضی وقتا هم ساده دیولپ شده برای تحلیل این خطا برای اینکه خطا چه مقدارش سیستماتیکه چه مقدارش استاتیستیکاله. مثلا همین تابل کانستانت تنشن یکی از واقعا موضوعی اصلی که دائم داره روش بررسی میشه اینکه چقدر از این اختلاف میتونه سیستماتیک باشه و در کل اندازه‌گیری خطا همیشه توی هر موقعی که با شما دیتا سرکار دارین وجود داره. توی بخش پزشکی هم همینطور اون که حتی خیلی میتونه حساس‌تر باشه چون ممکنه که با بالاخره سلامت آدم‌ها سرکار داشته باشه. یه مقدار تخمین خطای کانوولوشنال نتورک‌ها و دیپ لرنینگ نتورک‌ها یه ذره در واقع موضوعی است که هنوز دارن بهش رسیدگی می‌کنن و یعنی بررسی میشه و بحث داغی ولی اونم توش مهمه که باید این کارو بکنیم. ولی هر موقع که ولی یکی از راههایی که میشه خطا رو تشخیص داد استفاده از همون دیتاهایی است که مدل‌ها رو باش ترین میکنیم و هرچند باز خودشون هم چون توسط آدمای اندازه‌گیری شدن میتونه خطا داشته باشه یه جور خطا در خطاست ولی قطعا یک فاکتور مهم هست و همیشه وقتی که یک در واقع نتیجه رو از هر دیتایی گزارش میکنیم خطاشو هم حتما باید سعی کنیم تخمین بزنیم بگیم با چه روشی تخمین زدیم تخمین بزنیم و اون هم گزارش میکنیم. سوالی دیگه هست؟ ما توی گروهمون از توابع لاس فانکشن هایی که هستن وجود دارن استفاده میکنیم. گروه هایی که کارشون کامپیوتر ساینس هست خب روی دیولپ کردن الگوریتم های مختلف یا همین فانکشن های مختلف کار میکنن ولی ما ترجیح میدیم که اون چیزهایی که اونا دیولپ کردن و جوری نشون دادن که خوب کار میکنه اونا رو برداریم حالا ممکنه که چند تا باشه مختلف و بعد ببینیم کدومش بهتر برای کار خودمون جواب میده ولی خب معمولا قضیه اینه که اصطلاحا اون دیتایی که روش ترین میکنیم دیتایی هست که توسط حالا معمولا اکسپرت های دیگه اندازه‌گیری شده ما اونو به عنوان بیس قرار میدیم تا بتونیم مدلمون رو ترین بکنیم ولی لاس فانکشن و لاس فانکشن هایی که وجود داره مختلف استفاده میکنیم ببینیم کدومش بیشتر به کار میاد. ممنون.